عشق دروغین قسمت دوم. روزهای سختی را می گذراندم. خدمتکار که با روحیات من آشنا بود گاهی به اتاقم می آمد و به من می گفت که من نگران شما هستم. تو را به خدا اینقدر به خودتون سخت نگیرید. این خواهران و برادران شما آدمهای بدی نیستند. آنها را قبول کنید. ولی من جوابی به آنها نمی دادم. موقع صرف صبحانه، نهار و شام به من اصرار می کردند که سر میز بروم و با آنها غذا بخورم، اما من جوابی نمی دادم. به ناچار برای من غذا را به اتاقم می آوردند. چند روزی به این ترتیب گذشت. یک روز ابراهیم به اتاق من آمد و گفت: خواهر کوچولو، امروز قرار است وکیل پدر بیاید اینجا. او گفته مطالب زیادی هست که باید ما را در جریان آنها بگذارد. تو هم باید باشی، بیشتر به تو مربوط می شود. گفتم: چه ساعتی؟ گفت: ساعت 4 بعد از ظهر. و من که تلفنی با شاهین ارتباط داشتم داستان را به او گفتم و خودم آماده شدم. وقتی صدای زنگ در را شنیدم به سالن رفتم. وکیل بابا را می شناختم و یک مرد دیگر هم با او بود که وکیل معرفی کرد و گفت ایشان حسابدار شرکت هستند. و پس از گفتن تسلیت به خصوص به من شروع به صحبت کرد و گفت: با نهایت تأسف باید بگویم که شرکت در حال ورشکستگی است و آقا داشتند برای رفع ورشکستگی اقداماتی می کردند و قرار بود وام زیادی بگیرند که متاسفانه انجام نشد و ما مجبوریم به اطلاعتان برسانیم که چه اتفاقاتی افتاده است. سپس حسابدار بابا شروع به توضیح دادن کرد که من دیگر حرفهای او را نشنیدم. همینقدر فهمیدم که در به در شده ام، چون دیدم که حساب کردند و گفتند و شنیدند و سرانجام فهمیدم که خانه من هم باید تخلیه شود و به فروش برسد. من باید از این خانه بروم. من به شاهین نیاز دارم. اگر او به دادم نرسد، این ابراهیم دست از سر من بر نمی دارد. ماجرا را تلفنی به شاهین گفتم و گفتم که هرچه زودتر بیا منو با خودت ببر. شاهین سکوت کرده بود و من فکر کردم سکوت او از ناراحتی شدید است و بالاخره به زبان آمد و گفت: وسایل تو بردار و از خانه بیرون بیا. من جلوی در خانه منتظرت هستم. تا 1 ساعت دیگر و من فقط چند دست لباس و جواهراتم را برداشتم، داخل یک ساک گذاشتم و آن را از پنجره بیرون انداختم. چون وقت شام بود و همه سرگرم خوردن شام بودند، توانستم به آرامی از ساختمان خارج شوم و با استفاده از تاریکی شب ساک را برداشتم و از خانه بیرون رفتم. ماشین شاهین چند قدم آن طرفتر ایستاده بود و من به طرف او رفتم. ساک را از من گرفت و حرکت کردیم، اما شاهین همیشگی نبود. پرسید: کجا برویم؟ گفتم: من که دیگر جز تو کسی را ندارم. گفت: به خانه من می آیی؟ گفتم: بله. و او مرا برد در خیابانی وسط شهر و در کوچه‌ای پیچید و جلوی یک خانه خیلی معمولی ترمز کرد و پیاده شدیم. با کلید در خانه را باز کرد. انتهای حیاط 2 طبقه ساختمان آجری دیده می شد. شاهین گفت: اینجا طبقه اولش مستأجر است که رفته مسافرت و طبقه بالا مال من است. از پله ها بالا رفتیم. پله ها اصلا شباهتی به پله های خانه ما نداشت. در طبقه بالا یک آپارتمان کوچک بود با 2 اتاق خواب بسیار کوچک و 1 سالن حدود 20 متر. آشپزخانه و سرویس بهداشتی بسیار کوچکی در یکی از اتاق خواب ها یک تخت خواب 2 نفره به چشم می خورد
که به هم ریخته بود و من آن را کثیف می دانستم. ولی شاهین گفت این ملافه ها تازه شسته شده، اینجا خانه من است. و من نگاهی سخنگو به او کردم و می دانستم که حرف زدن بیفایده است. شاهینی که می گفت تاجر است و خانه و زندگی آنچنانی دارد این بود. آنچه که می گفت و برای من بلبلی می کرد، خدای من به چه روزی افتادم. اما من شاهین را دوست دارم و مهم نیست، با او زندگی می کنم. شاهین مرا در خانه گذاشت و گفت شام می خوری؟ گفتم نه، میل ندارم. گفت من می روم و دیر بر می گردم، تو بخواب. و از خانه بیرون رفت. من ماندم و خانه ناآشنا و من ماندم و غریبی و تنهایی. با شاهینی که ذره ای از وجودش شباهت به شاهین قبلی ندارد. در یخچال را باز کردم. یک چیزهایی از قبیل سوسیس و کالباس و خیارشور و کمی غذای مانده، پنیر و کره و مربا داخل آن بود. هیچ کدام باب میل من نبود. روی تخت دراز کشیدم و در فکر فرو رفتم. نمی دانستم چه در پیش دارم و عاقبتم چه خواهد شد. کم کم به خواب رفتم و چه مدت گذشت نمی دانم که با صدای باز شدن در بیدار شدم. شاهین بود. خودم را به خواب زدم. او آمد داخل و لباسش را درآورد و آمد که در کنار من بخوابد. چشمانم را باز کردم و گفتم اینجا نخواب. پرسید چرا؟ گفتم ما هنوز عقد نکرده ایم و به هم محرم نیستیم. با بی‌حوصلگی گفت ای بابا، این حرفا چیه که میزنی؟ برخواستم، روی تخت نشستم و گفتم اشتباه نمی کنم. تو همان شاهین قبلی هستی؟ همان شاهینی که عاشق من بود و حرفهای شیرین می زد؟ و او گفت بله، من همان شاهینم. اما تو نسرین قبلی هستی؟ الان تو که هستی؟ و سکوت کرد. گفتم اگر می خواهی اینجا بخوابی، من بلند می شوم و تو بخواب. او پتو را روی سرش کشید و خوابید. من هم برخواستم، رفتم روی کاناپه دراز کشیدم. شب اول زندگی ما بدین ترتیب گذشت و فردای آن روز شاهین گفت بلند شو برویم عقدت کنم، یا نه عقد را می آورم خانه. او بعد از صبحانه با کمی نان مانده در سفره‌اش به من گفت که باهاش همراهی کنم و من چیزی که به میلم باشد آن در آنجا ندیدم و فقط نگاهش کردم. رفت و عصر با مردی که دفتر بزرگی دستش بود به خانه برگشت. مردک چیزهایی به عربی گفت که من نفهمیدم چه میگوید و پرسید خانم مهریه شما چقدر است؟ با عصبانیت گفتم هیچی. گفت هیچی که نمی شود، می نویسم یک شاخ نبات و یک سکه. گفتم هرچه دلتان می خواهد بنویسید. و سپس از من سوال کرد که می خواهید همسر این آقا شاهین بشوید؟ گفتم بله. و گفت مبارک است. از من در همان دفتر امضا گرفت و رفت. چه فکر می کردم و چه شد؟ اگر پدر و مادر من زنده بودند، آیا چنین عقدی را می پذیرفتند؟ شاهین نیز پولی که نمی دانم چقدر بود به او داد و او به طرف من برگشت و سپس به طرف من برگشت و بوسه ای روی گونه‌ام زد و گفت حالا راحت شدی؟ فقط نگاهش کردم. او به آشپزخانه رفت و کمی سوسیس و سیب زمینی سرخ کرد و گفت من فقط همین را بلدم. و من چون خیلی گرسنه شده بودم، ناچار با او غذا خوردم. من وارد یک زندگی تلخ و مجهول شده بودم و نمی دانستم تا کی می توانم این شرایط را تحمل کنم. شاهین عاشق و پر جنب و جوش تبدیل به یک مجسمه بیروح شده بود. گفتم تو چطوری در این خانه زندگی می کنی؟ گفت همینطور که میبینی. گفتم همسایه چطور آدمی است؟ گفت یک زن پیر. گفتم امروز باید خرید کنی، هیچی در این خانه نیست.
گفت تو پولی داری؟ گفتم من کارت دارم، اما نمیدانم چقدر در حسابم هست. گفت من پول ندارم، بده ببرم خرید کنم. کارت را به او دادم و رمزش را هم گفتم. او رفت خرید، خرید فراوانی کرد، همه چیز خرید، اما دیگر من آن کارت را ندیدم و هرگز نفهمیدم که چقدر پول در حسابم هست. مجبور شدم بلند شوم بروم در آشپزخانه و آشپزی کنم. من که همیشه بهترین خوراک برایم حاضر و آماده بود و اصلا بلد نبودم اجاق گاز را روشن کنم، شدم زنه همه کاره خانه و میبایست برای خودم و شاهین غذا درست کنم که چشمم به یک کتاب در کنار یک کابینت افتاد. برداشتم، دیدم یک کتاب آشپزی قدیمی و کهنه بود، ولی برای من یک کادوی گرانبها بود که آن را گشودم و شروع به ورق زدن کردم و به کمک آن کتاب قدیمی به تدریج یاد گرفتم که غذاهای مختلف بپزم. یک روز به شاهین گفتم کارتم را بده، میخواهم بروم برای خانه خرید کنم. او چند اسکناس روی میز گذاشت و از خانه خارج شد. از اینکه کارتم را در اختیار او گذاشته بودم به شدت پشیمان شده بودم. رفتم خرید و برگشتم، دیدم در طبقه اول باز است و سر و صدای زیادی شنیدم. فهمیدم مستأجر از سفر برگشته، اما صدای شاهین را نیز از آنجا شنیدم. چند ضربه به در زدم، خانم مسنی در را باز کرد. سلام کردم و گفتم من همسر شاهین هستم، او اینجاست. و خانم با خشم و عصبانیت گفت بله اینجا تشریف دارند. شاهین که صدای مرا شنید جلوی در آمد و گفت اینجا چه کار میکنی؟ خیلی آمرانه گفت برو بالا. و من که دیگر به مرحله ای از زندگی رسیده بودم که شخصیت خودم را گم کرده بودم، اشک در چشمانم پر شد و به طبقه بالا رفتم. نهار را آماده کردم و شاهین برای خوردن نهار آمد. از او پرسیدم چرا با همسایه داد و فریاد میکردی؟ گفت تو به این کارها دخالت نکن. گفتم آیا اشتباه نمی کنم؟ تو همان شاهینی هستی که من می شناختم؟ نگاهم کرد و گفت آیا تو هم همان نسرینی هستی که من می شناختم؟ گفتم بله. گفت نه، خوب فکر کن. و من فهمیدم او برای پول پدرم به دنبال من افتاده بود و حالا من یک نسرین فقیر و بدبخت هستم. ساکم را برداشتم که لباسم را عوض کنم. از جعبه جواهرات خبری نبود. فکر کردم شاید آن موقع که ساک را به حیاط انداختم کسی آن را برداشته است. اما خانه ما خیلی امن است و غریبه در آن رفت و آمد نمی کرد. نکند شاهین آن را برداشته باشد؟ خود من جعبه جواهرات را در ساک گذاشتم. به هر حال نبود که نبود. من ماندم با چند دست لباس و یک پالتو که ته ساک گذاشته بودم. دیگر واقعا فقیر و بیچاره شده بودم. امیدم به طلا و جواهراتم بود که آنها هم از دستم رفت. بعضی اوقات از طبقه پایین سر و صدای زیادی می آمد و مشخص بود دعوا می کنند. یک روز شاهین به من گفت در به این آپارتمان همیشه باید قفل باشد و اگر کسی در زد در را باز نکن. من که خودم کلید دارم. پرسیدم مگر در این خانه چه خبر است؟ او گفت خبرش به تو ربطی ندارد و فقط مراقب خودت باش. کم کم متوجه شدم طبقه پایین جای قمار و عیش و نوش و تفریح شاهین و دوستانش است. بله، واقعا به من ربطی ندارد و باید خودم را از این مسائل کثیف دور نگه دارم. 3-4 ماهی بود که زندگی من به این ترتیب می گذشت که متوجه شدم حالم خوب نیست و دگرگونی خاصی پیدا کردم. شاهین گاه گاهی مبلغی پول برای من روی میز می گذاشت. آن روز که خیلی حالم بد شده بود از خانه بیرون رفتم و فکر کردم شاید کمی قدم بزنم حالم بهتر شود. هنگام قدم زدن چشمم به یک تابلو
درمانگاه افتاد و وارد شدم که و سراغ دکتر را گرفتم. درمانگاه خلوت بود و دکتر مرا دید، معاینه کرد و گفت: خانوم، شما باردار هستید، و یک آزمایش برایم نوشت. همانجا از من آزمایش گرفتند و فردای آن روز جواب آزمایش بارداری مرا تایید کرد. نمیدانستم خوشحال باشم یا بدحال. خوشحالی از این جهت که از تنهایی و بی کسی نجات پیدا می کنم، و بدحالی به خاطر اینکه در چنین شرایطی آیا می توانم که طفل بی گناهی را به دنیا بیاورم و بزرگ کنم. باز به خودم دلداری دادم و گفتم: شاهین چشمش به بچه بیفتد آدم می شود و پدر شدن به او ایده انسانیت می دهد. مسلماً تغییر خواهد کرد. از آن به بعد مراقب خودم بودم و نمی دانستم که شاهین از شنیدن این خبر خوشحال می شود یا خیر. به هر حال باید به او بگویم، و یک روز یک بسته کوچک شیرینی خریدم، روی میز گذاشتم، چای هم درست کردم و منتظر شدم شاهین به خانه بیاید. او خوشبختانه آن روز به موقع آمد و وقتی چشمش به شیرینی روی میز افتاد گفت: خبریه؟ گفتم: حدس بزن چه خبری است. گفت: نمیدانم، خودت بگو، توی زندگی ما هیچ خبری نمی شود. گفتم: تو داری پدر می شوی. به چشمانم خیره شد. چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت: همین یکی را کم داشتم. باشه، شیرینی دیگه باید خورد. یک چای به من بده. چای را همراه با شیرینی خورد و در حالی که داشت از در خارج می شد گفت: مبارک باشد. خدایا، این همان شاهین خوش زبان و مؤدب است که حالا به این شکل در آمده و این طور حرف می زند. باورم نمی شود. از آن به بعد به امید به دنیا آمدن فرزندم زندگی می کردم و روزها را می شمردم. اگر فرزندم بیاید من دیگر تنها نخواهم بود. هیچ چیز برایم مهم نیست. چند ماهی که درست نمی دانستم چند ماه باردار هستم، به فکر افتادم که اتاق بچه‌ام را آماده کنم. اتاق دیگر خانه را که شاهین به شکل انباری درآورده بود خالی کردم و خوب تمیز کردم. رفتم خرید و دو قطعه رنگ و وسایل نقاشی خریدم و خودم شروع به نقاشی دیوارها کردم. نمیدانستم بچه‌ام پسر است یا دختر. دیوارها را به شکل هندسی درآوردم و نیمه را رنگ صورتی زدم، نیمه دیگری را آبی. آبی خوش رنگ خوب که اتاق تمیز شد و در را قفل کردم که شاهین وسایل بی خودی را به آنجا نبرد. خوب دوست داشتم برای بچه‌ام تخت و کمد و اسباب بازی بخرم و پولی که شاهین به من میداد برای خرید این وسایل کافی نبود. با خودم گفتم بهتر است اول بروم قیمت این وسایل را بپرسم، ببینم چقدر نیاز دارم. هوا سرد شده بود. پالتویم را از ته ساک در آوردم و پوشیدم. بی اختیار دستم به جیب پالتو رفت، به چیزی برخورد. تعجب کردم. آن را بیرون آوردم و از شادی فریاد کشیدم: خدای من، گردنبندی را که مادرم برای تولدم به من داده بود در جیبم قرار داشت. خدا را شکر که در جعبه جواهراتم نگذاشته بودم گردنبند طلا با نگین‌های درشت زمرد. حتما خیلی گران قیمت است، ولی این یادگار مادرم است. نگهش می‌دارم. یک ماه تمام با خودم درگیر بودم. نمی‌خواستم گردنبند را بفروشم و دلم می‌خواست لوازم بچه‌ام را تهیه کنم و پول نداشتم. سرانجام تصمیم به فروش آن گردنبند یادگار مادرم گرفتم و آن را به طلا فروشی بردم و به قیمت خوبی فروختم. و رفتم در یک کافه نشستم و آنقدر گریه کردم که دلم خالی شد. یک قهوه خوردم و به فروشگاه بزرگ لوازم کودک رفتم.
هرچه دلم میخواست خریدم و با یک وانت بار به خانه آوردم. راننده وانت که مرد بسیار خوبی بود تمام وسایل را به داخل خانه آورد. با عشق و خوشحالی وسایل بچه‌ام را چیدم. تخت سفید و زیبایش را، کمد لباسش را و لباس‌های آبی و صورتی که برایش خریده بودم توی کمدش آویزان کردم. میز و صندلی را کنار اتاقش گذاشتم. رخت خوابش را روی تختش گذاشتم و تور زیبایی روی تخت انداختم. وای که چه اتاقی بود، اتاق بچه‌ام. فقط یک چیز کم داشت که فراموش کرده بودم. به شاهین زنگ زدم و گفتم تو که خوب بلدی گل بخری، امروز چند شاخه گل یاس برایم بخر و بیاور. بیاور خانه. حرفم را قبول کرد و یک دسته کوچک گل یاس و بیدمشک به خانه آورد. در اتاق بچه‌ام را باز کردم که گلها را در گلدان کریستال زیبایی که خریده بودم و از قبل در آن آب ریخته بودم بگذارم، که شاهین چشمش به درون اتاق افتاد. حیرت زده گفت اینها از کجا آمده؟ مسئله گردنبند زمرد را برایش گفتم و او که از عصبانیت صورتش سرخ شده بود اما سعی میکرد خودش را آرام نگه دارد گفت چرا به من نگفتی؟ مطمئن هستم کلاه سرت گذاشتن. گفتم آنچه که برایم مهم است بچه هم است، که وقتی به دنیا می آید سر و سامان داشته باشد. دیگر خیلی سنگین شده بودم و چند روزی هم بود که شاهین یا خیلی دیر به خانه می آمد یا اصلا نمی آمد و من ترس از آن داشتم که درد زایمان به من دست دهد و من ندانم که چه باید بکنم. همین اتفاق افتاد و من که 24 ساعت بود درد داشتم، یک باره دردم شدید و غیر قابل تحمل شد. بناچار میبایست خودم را به یک بیمارستان برسانم. با تمام قوایم سعی کردم از پله ها سلامت پایین بروم و خودم را به کوچه رساندم. حدود ساعت 8 شب داخل کوچه که رفتم درد بسیار شدید شد، طوری که دیگر قادر به راه رفتن نبودم. دستم را به دیوار گرفتم و شروع به گریه با صدای بلند کردم. آقای مسنی که از آنجا رد می شد مرا دید و متوجه شد که چقدر حالم خراب است. گفت دخترم چند دقیقه طاقت بیار، الان به خانومم می گویم بیاید کمکت. آمبولانس هم خبر می کنم. و خیلی سریع دیدم خانومی مهربان زیر بازویم را گرفت و شروع به دلداری دادن به من کرد. و در همین موقع آژیر آمبولانس به صدا درآمد و مرا در آمبولانس خواباندند و آن خانم هم کنارم نشست. خانم ناشناس و مهربان مرتبا دلداریم میداد و میگفت مهمانت دارد میآید، این درد تمام میشود و او برایت میماند، طاقت بیار. مادر شدن که به این راحتی نیست. از او پرسیدم شما که هستید؟ گفت همسایه روبروی خانه شما. همسرم تو را دید و مرا صدا زد و گفت بیا به این زن جوان کمک کن. دخترم شوهرت کجاست؟ گفتم نمیدانم. گفت خب نگران نباش، همسرم به محض اینکه شوهرت را ببیند به او خواهد گفت که تو در بیمارستان هستی. از شدت درد داشتم از حال میرفتم که آمبولانس وارد بیمارستان شد و من دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی چشم گشودم خانم مهربان هنوز کنارم بود و مژده به دنیا آمدن پسرم را به من داد. از شادمانی دردهایی که کشیده بودم فراموش شد و در اتاق باز شد و شاهین وارد اتاق شد و پرسید چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خانم همسایه به او تبریک گفت و پرسید شما کجا بودی؟ چرا از همسر باردارت در این شرایط بی خبر بوده ای؟ و شاهین فقط گفت گرفتار بودم، نمیدانستم زایمانش نزدیک است. خانم همسایه گفت دکترش به شما نگفته بود؟ شاهین جواب داد مگر میبایست دکتر میرفتیم؟ من که نمیدانستم و خودش هم چیزی نگفت. ما بزرگتری هم نداریم که کمکمان کند.
پایان قسمت دوم.